ای خداوندم، ای مسیحم، تو ای سلطان. واقعا این روزای روزای عجیبیه، چون که خداوند به طور عجیب کار میکنه در ایران. خود ما خبر داریم، نمیدونیم چند نفر مسیح شدن، اما خدا رو شکر مسیح در روش میکنه. و برای اینه که خیلی ها ایمان میارن اما دسترسی به کمک یا به شاگردسازی ندارن، و این باعث شده که خیلی ها ضعیف موندن تو ایمانشون، روش نکردن. پس برای اینه که ما سعی میکنیم که یک وسیله مفید را آماده کنیم که به کمک همه باشه. همچنین خیلی ها هستن که مسیح هم نشدن اما میخوان اطلاعی خوب از مسیح داشته باشن، نه؟ شب و روز بچه های از ایران از من تماس میگیرن بید با ما را یه معرفی کن به یه معلمی، یه کسی که ما را بتونه کمک کنه. به اضافه این چیزا، کلیسای ما، کلیسای ایران، یه سری چالش های خاصی داره و من میخوام چند تاش را اعلام کنم، زیاد هستن، و اینا را میگم که نه به خاطر که بی‌احترامی باشه به کلیسای ایران، اما باشه که با واقعیت های روبرو باشیم که ما باعث باشیم که این مشکلات را بتونیم حل کنیم. خیلی از لحاظ الهیات و درک کتاب مقدس ضعیف هستن و قاطی میکنن و نظرهای خودشان رو میچسبن به کتاب مقدس، و این باعث میشه که مسیحیت واقعی را تجربه نمیکنن و یه چیزایی که از خودشان در آوردن. پس این یک چالشی که ما باید باش روبرو باشیم و باعث کمک اینا باشیم. خیلی ها هم دنبال یک فرد هستن، مثلا عوضی که دنبال اعتقاد کتاب مقدس باشه میگه مثلا من مثلا شاگرد فلانی هستم و هر چی بگه من اونو قبول دارم. خب شاید اون استاد خوبی باشه، اما خیلی وقتا این نگاه کردن به یک فردی و همه حساب روی بذار گذاشتن خیلی مشکل داره، چون اگه فردا اون عیبی داشت یا کاری کرد که دل شما رو شکوند، شما از مسیحیت هم شاید زده میشید. خیلی هنوز گرفتار خرافات های مختلف هستن و هنوز با خرافات میرن جلو تو مسیحیت. دیگران هم از لحاظ اخلاقی مسیحیت را یا نفهمیدن یا کنار میذارن، میگن خب ما زیر فیض هستیم دیگه، خدا بخشنده است دیگه، هر چیزی که دل ما میخواد بکنه میکنیم. دیگران هم گرفتار کینه هستن، نمیتونن ببخشن و این اسارت نبخشیدن خیلی ها را آزار میده. یه تعداد دیگر هم اصلا تعلیم پذیر نیستن، تا یه نفر یه چیزایی به دست آورده دیگه حاضر نیست که قبول کنه که اون چیزایی که قبلا باور میکرد اشتباه بود. خیلی سخته. دروغ گفتن، غیبت زدن، فراوان مشکلات تو ازدواج، رابطه زن و شوهر خیلی جاها سخته. طلاق هم نه تنها تو ایران زیاده اما بین مسیحیان هم زیاد هست. مشکلات طبیعت بچه ها و و و این چیزا زیاد هست که چالش هایی که ما باش روبرو هستیم. اما خداوند میخواد ماها و شماها رشد کنید در عیسی مسیح که به جایی برسی که بیشتر و بیشتر شبیه مسیح باشی. و کتاب مقدس در دوم پتروس 1:3 میگه که در عیسی مسیح و در کلام خدا هر چی که ما لازم داریم برای رشد روحانی اونجا برای ما باز شده. خداوند ما را در شبیه خودش آفرید، ما را آفرید در شبیه خودش که ما بتونیم رشد کنیم. و چیزی که خیلی مهمه در مسیحیت تبدیل شخصیت ما، که ما واقعا عوض باشیم و کلام خدا میگه هر جا ما بریم بوی مسیح را به دیگران بدیم. دختر من که توی دبیرستان بود توی پیتزا فروش کار میکرد و چند بار من میرفتم دنبالش بعد از مدرسه، وقتی سوار ماشین میشد و وقتی که من ناهارم نخورده بودم، اینقدر بوی پیتزا قوی بود از پیرن و از وجود دخترم که بغلش میکردم، یعنی اصلا میخواست این بویش بیشتر بکشم. بعضی وقتا هم یه تیکه پنیر و یه چیزایی روی پیرنش بودم میخوردم، اینطوری اینقدر دوست داشتم که باش باشم. و خیلی وقتا هم باعث شد که من اصلا جو در ماشین بستم رفتم پیتزام خریدم، همش به خاطر اون بوی خوبی که پیتزا در وجود دخترم بود. فکر نمی کنیم ما باید بوی مسیح را اونطوری بدیم که مردم گرسنه باشن، تشنه باشن به عیسی مسیح. پس میخوام امروز نگاه کنیم بیشتر که چطوری ما میتونیم رشد کنیم. و میخوام اینجا شروع کنم، از سوال بکنم که شما خودتان کجا هستی با مسیح، یعنی ایمانت کجا هست.
این سوال مهمیه که از همدیگه بپرسیم و اگر شما هم این کلاس ها را جاهای دیگر هم به کار ببرید سوال بدی نیست. چون خیلی ها فکر میکنن مسیح هستن. چرا؟ به خاطر که تعمید گرفتن. میگفته ما تعمید گرفتیم و این علامت مسیح بودن. اما هم تعمید گرفتن شما را مسیح نمی کنه. ایمان به عیسی مسیح شما را مسیح می کنه. اون دزدی که دست راست مسیح ایمان آورد تعمید نگرفت. پس تعمید کافی نیست که بگی که آه من مسیح هستم به خاطر تعمید گرفتم. بعضی ها میگن که خب من دینم را تغییر دادم. از دیگه دین سابقم خوشم نیومد. میخواستم بیدم دین مسیحیت خیلی خوبه. آزادی توش هست. محبت توش هست. میخوام که یک مسیحی باشم. و خیلی ها به خاطر ناراحتی هایی که با دین سابقشان دارن به سمت مسیح میان. وقتی من بزرگ میشدم تو تبریز، طرفای نوروز، پدرم بعضی وقتا کت شلوار تازه میخرید برای کارگرای بیمارستان و ما یک باغوانی داشتیم اسمش علی بود و یک نوروزی پدرم برای کت شلوار قشنگ براش خرید و من رفتم بیرون تو باغ باش صحبت کنم، دیدم که این لباس تازه را روی لباس کهنش پوشیده بوده. عوضی که کهنه را در بیاره کت شلوار روی لباس کهنش پوشیده بوده. این نشد دیگه، یعنی باید اون کهنه را میریخت پایین، اون باید از در می آورد و اون لباس تازه را میپوشید. و اینطور نیست که شما میتونی مسیحیت را ظاهرا بپوشید و فکر کنی که مسیح هستید. بعضی ها از تعلیمات مسیح خوششان میاد و دنبال مسیح میفتن به خاطر تعلیماتشان. اما باید بدونیم که واقعا مسیح بودن مثل کاشتن یه درخته. به این صورت یه دانه کاشته میشه تو خاک و یه دانه تو قلب ما کاشته میشه و اون دانه معمولا از کلام خداست. کلام خدا ما ایمان از طریق شنیدن کلام به وجود میاد و اون دانه آبیاری میشه به روح قدس و یواش یواش یک درخت کوچولو به وجود میاد. و اون درخت اگه میخواد رشد کنه باید ریشش عمیق‌تر بره تو خاک، باید کنار آب باشه، باید اون چیزایی که اون درخت لازم هست پیدا کنه و بعد از مدتی اون درخت میوه میاره. و معمولا ما تنارایی که ما میتونیم تشخیص بدیم این درخت چه نوعی درختی هست از میوهشه. خب این به ما یاد میده که یک مسیح واقعی ثمر داره، میوه داره تو زندگیش. ما از طریق کارهای خوب و کارهای نیک نمیتونیم نجات به دست بیاریم، اما ایمانی که نجات به دست میده همیشه کسانی هست که یعنی در وجودش هست که اونجا واقعا ثمر داره. خیلی جالبه که در مزمور 1:3 میگه که ما مثل یه درختی هستیم که کنار آب که جاری میشه کاشته شدیم و در هر فصل ما میوه میاریم. من یادم بود خیلی وقت تو ایران، خیلی جاهای ایران هیچ سبزیجات، سبزی، درخت پیدا نمیشد. اما هر جایی آبی بود، یک جوبی بود، یک رودخانه‌ای بود، معمولا کنارش درخت ها بوده. درخت بدون آب نمیتونه زندگی کنه. و ما هم نمیتونیم بدون آب حیات عیسی مسیح واقعا مسیحی باشیم و زندگی کنیم. ما نیاز داریم برای او. و برای اینه که ما میخواییم که در این درس ها واقعا طوری باشه که ما طوری با هم کار کنیم که بتونیم این ثمر بیشتر بیاریم. یک مسیحی بالغ چه خصوصیت هایی داره؟ قبل از که برید به اون جواب میخواستم یک مثال بیارم که اگر دو نفر که نجار هستن و اره دارن و میخوان یه درخت رو ببرن، یه نفر سریع با اره که هنوز تیز نشده شروع میکنه کار کردن و خیلی زحمت داره، نه اگر اره تیز نباشه. اون یکی نیم ساعت میشینه ارش واقعا تیز میکنه، ارش تیز میکنه و خیلی سریعتر اون درخت رو میزنه. ما باید قدر آماده شدن خود ما رو یاد بگیریم که سریع نپریم جلو تو کار تا خود ما به اون جای رشد کردیم و اونجا قدرت خداوند تو زندگی ما شده و اونجا اطلاعی ما کامل شده که ما بتونیم مثل اون کسی که عرش تیزتره و نتیجه بهتر به وجود بیاریم. پس خیلی چیزا هستن که ما
به فکرش باید باشیم در آماده شدن در این کلاس. بعد از چند دقیقه که در بخش دوم نگاه میکنیم به صلیب شاگرد و این خیلی یک فرمی یا یک نقشه خیلی قشنگی هست که کمک میکنه که ما چجوری تو زندگی های ما اون عادت ها و اون دیسیپلین ها داشته باشیم که بتونیم رشد کنیم. اما اول کم نگاه کنیم خصوصیت یک مسیحی بالغ چه هستن. میدونم اگر وقت بوده شما میتونستی خودتان نظر بدید، اما بذار من چند تا پیشنهاد کنم براتان. یکی فکر کنم این هست که یک مسیح بالغ فروتنه. همونطوری که غرور ریشه گناهه، غرور همیشه ما را تو گناه میکشه و کلام خدا چی میگه؟ میگه که خداوند مخالف مکبران میباشه اما به فروتنا فیض میبخشه. پس ما میدونیم که مغرور بودن همیشه برکت خدا توش نیست و در غرور بودن خداوند خیلی وقتا مخالفت هم با ما میکنه که ما را یه به جای برسونه که فروتن باشیم. بعضیا با زور فروتن میشن. مثلا میتونم بگم که موسی 40 سال توی مصر خیلی مغرور بوده، فکر میکرد که همه کارا میتونه بکنه. بعدن اشتباه های بزرگ کرد، فرار کرد از مصر و میبینیم 40 سال تو بیابان کار یک پسر کرد و خداوند کاملا خودش کرد. کتاب مقدس میگه یکی از فروتن‌ترین افراد کتاب مقدس موسی بود. اما موسی خدا با زور اون فروتن کرد. یعنی با زور منظورم این که اتفاقایی به پیش آورد که فروتن باشه. اما یحیای تعمیددهنده مثلا اگه به اون نگاه کنیم از اول عمرش میبینیم که در مقابل مسیح خودش فروتن کرد. پس ما ایماندارا میتونیم خود ما تصمیم بگیریم فروتن باشیم یا میتونیم صبر کنیم تا خداوند ما رو فروتن بکنه. اما خداوند ما رو فروتن خواهد کرد. پس عالی هست که اینو بدونیم. پس یکی از علامت های یک مسیح بالغ فکر کنم این هست که فروتن هستیم. و با فروتنی تعلیم پذیری میاد که ما تعلیم پذیر هستیم. من فکر کنم هیچ وقت نباید بگیم من دیگه همه چیز را فهمیدم، الهیت من کامله، چیزی دیگه نیست من یاد بگیرم. اینطوری فکر نکنیم. حتی از یه بچه میتونیم یه چیزی یاد بگیریم. پس ما که به خاطر که آبرو زندگی نمی کنیم، ما به خاطر مسیح زندگی می کنیم. آبرو ما رو دیگه رفت ریخت به جلوی عیسی مسیح. اونجا ما باید حاضر باشیم که تعلیم پذیر باشیم از دیگران، از کلام خدا، از کتابای مختلف و کسی که واقعا بالغ هست در همیشه در حال مطالعه است. و خیلی هم مهمه که به جایی نرسی که مطالعه را کنار بذاری. همیشه چیزهای جدید هست که یاد بگیرید و منم هر ماه دنبال کتاب جدید هستم که یه چیزی بخونم که به قول ایرانی‌ها به مردم نون بیات ندیم اما نون تازه بهشان بدیم. فکر کنم علامت یک ایماندار بالغ همین هست که دوست داره دیگران را بلند کنه، کمک کنه، نه فقط در رشد خودشه. دوست داره خدمت بکنه، دوست داره که دیگران را یا تعلیم بده، کمک کنه، محبت بکنه. و واقعا میتونم بگم که عشق من شده تو عمرم به این سن و سالم که یکی دیگر ببینم ایمان بیاره، یکی دیگر مثلا یه قدم های مثبت ورداره، قلبش به مسیح بده یا مثلا توبه کنه یا یه چیزایی بفهمه. این یه عشق به من میده. فکر کنم که باید در کنار این بدونیم که ما نمیتونیم چیزی به کسی بدیم اگه خود ما دریافت نکردیم. اگه توجه کنی که کسانی که شاید موعظه‌شان به دل میشینه معمولا از کسانی هستن که خودشان این شکسته ها و این راه رو رفتن، نه از کتاب در آوردن یه چیزایی، چیزی که خودشان تجربه کردن. و میبینیم که خیلی ها که تو بیابان های زندگی بودن تو کتاب مقدس آدمایی بودن که رهبران قوی شدن. پس جالبه که در دنیا ما خود ما رو بلند میکنیم، سعی میکنیم به یه جایی برسیم، در ملکوت خداوند خداوند ما رو خرد میکنه، ما رو میشکنه و خودش ما رو بلند میکنه. باور کن من هیچ وقت تو رویا ندیده بودم که من جلوی شما بیستم، به زبان شما فارسی صحبت کنم و خداوند من به اینطور به کار ببره. اصلا تو فکرم نبود، اصلا باورم نمیشد.
اولین بار از من خواستن که روی ماهواره چیزی بگن، گفتم بابا شوخی نکن، آبروی مسیر میبرم، فارسیم خیلی ضعیفه، نمیدونم درست نمیشه. گفتن نه، این دعوت خداست. پس چیزی که میخوام بگم که اولا وقتی زندگیت را تقدیم خدا میکنید، خیلی چیزا بیش از اون چیزا که شما هیچ وقت فکر میکردید یا تو رویا دیده بودی که زندگی شما میتونست باشه، خداوند شما را به کار میبره. و خیلی‌ها اصلا باورشان نمیشه که من میتونم این کارو بکنم. من خودم باورم نمیشه این کارو بکنم، به خاطری که خداوند این توانی را و این دعوت را داد. همچنین من فکر کنم علامت بزرگ یک مسیح بالغ این هست که واقعا مردم دوسته، دوست داره این مردم ها را، انسان دوست داره. فقط این نیست که تعامل بکنیم، یعنی ما دیگه دیگران را برای سوء استفاده پیشرفت خود ما استفاده نمی کنیم. ما جمع نمی کنیم مردم دور ما که ما بتونیم بگیم که ببین ما کلیسای ما با اینجا رسیده، اینقدر ما شایسته هستیم. نه، من فکر کنم واقعا دل داریم با دیگران و اون خیلی هم بعضی وقتا سخته. در هر کلیسایی که من بودم، خداوند همیشه آدمایی فرستاد که برای من چالش بود، برای من دوست داشتن اونا سخت بود. بعدم فهمیدم که خدا با نقشه این کاری میکنه که من یاد بگیرم کسانی دوست داشته باشم که طبیعتاً برای من سخت بوده، طبیعتاً آدمایی بودن که چالش برای من بوده. اما این نشانه واقع هست که ما در او داره رشد میکنیم. فکر کنم علامت بالغ هم نه تنها این چیزا هست، بخشنده، محبت، خدمت، همچنین فکر کنم حاضر هستیم یه بهایی برای خداوند بدیم. یه داستانی به یادم میاد. من میدونی که خب ایران بزرگ شدم و یه مدتی هم مشهد زندگی میکردم و اونجا یه میسیونر معروف بود به نام دکتر میلر، شاید اسمش رو شنیده باشید. و ایشان 50 سالش بود و فکر کنم من در حدود مثلا 15-16 سالم بود و قرار بود که من با اون شام برم با قطار تهران برای مدرسه شبان روز خودم. رفتم پیش دکتر میلر، گفتن دکتر میلر مثل که ما هم مسافر هستیم. بله. و میخوام معلومه که شما بلیط ها رو میخری؟ گفت بله حتما میخرم، شما نگران نباش. بعد هم گفت که تا فقط میخواین بگم ما درجه یک نمیریم. درجه یک اون زمان یه $10 بود برای 18 ساعت و قطار با کولر و خواب و هم تخت خواب و همه چیز. گفتم درجه یک نمیریم، من تا حالا جز درجه یک نرفته بودم. بعد هم گفت که تا درجه دو هم نمیریم. درجه دو میدونستم که صندلی یه مقداری نرمی داشت، ما خیلی شروع بود. گفت ما درجه سه میریم، تنها کوپه 8 نفر رسمی، نمیدونم چند تا گوسفند و نمیدونم چند تا گونی های خیار و هرچی دیگه بوده. گفتم دکتر میلر چرا این کار میکنی؟ اگر منظور پولشه من حاضرم پولش رو بدم. حالا من یه پسر 15 ساله با دکتر میلر صحبت میکنم. گفت نه تت ما میخواییم بریم اونجا. البته من با ادب بودم، چیزی نگفتم، اما تو دلم گفتم تو میخوای بری، من که نمیخوام برم. چون من دیده بودم در گرمی ها در اون کوپه درجه سه چقدر چلوب بود و پر بود. پس روز میرسه و من میشینم اونجا و واقعا هم کوپه پر بود، داغ بود و من تو یه گوشه نشستم بد اخلاق، خیلی ناراحت. و دکتر میلر اصلا خوشحال با مردم صحبت میکنه، اسمت کجا چی هست، از کجا هستی، تو این گونی چی داری. غذا را در آوردن، به دکتر میلر پذیرایی کردن، من تو یه گوشه نشستم با یه بد اخلاق، چون که من حاضر نبودم بهایی بدم. بعدم فهمیدم دکتر میلر این کار کرد به خاطر که میخواست با مردم باشه، با مردم عادی باشه، فرصت صحبت بشارت. و مطمئنم تا رسید تهران تلفن‌های خیلی رو داشت و شاید یه تعداد کافی داشت کلیسا هم شروع کنه، نمیدونم. اما اونجا من فهمیدم که من کلا فکر راحتی خودم هم، این فکرم این نیست که چیزی برای خداوند مفیده. پس یه خادم بالغ فکر کنم حاضره از راحتی های خودش بگذاره، سختی ها بکشه، کشورهای دیگه بره پیشوی آدم هایی که شاید فرنگ دیگر باشن و اونجا با کمک خداوند اونجا کار کنن. پس میبینیم در خلاصه که این بالغ بودن یه چیزی هست که ما واقعا همه ما دوست داریم باشیم.
و دوست داریم که رشد کنیم در عیسی مسیح و واقعا هم این فرصت را خواهیم داشت. باید بدونیم که این روش تغییر شدن یا تبدیل شدن کار یک شب نیست، کار یک زمانی هست. و من فکر کنم این مثال را هم شاید جاهای دیگه به کار بردم، اما فکر کنم اینجا هم به جا هست که وقتی خدا ما را نجات میده مثل یک کار کوزگر. کوزگر یک گلی بر میداره تو دستاش و میلایه و قشنگ باش بازی میکنه، بعد هم میذاره یک چرخ، درسته؟ این چرخ هم فرض کن علامت زمانه و اون کوزگر با دو دستش، یه دست میذاره وسط این گل و یکی بیرون و شروع میکنه به شکل دادن. اگه یک کمی کار کنه راضی نباشه، لیش میکنه، دوباره شروع میکنه و اینطوری این کوزه را شکل میده، هی دو 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 که دور میزنه. و میتونم بگم خداوند در زندگی من و شما به دو روش کار میکنه، یکی از بیرون از موقعیت‌های زندگی فشار میاره روی ما، فشار میاره، و اگر ما مسیحی بالغ باشیم در مقابل این فشارا ما نیروی داریم در عیسی مسیح که دستش در درون ما هست. و اگر اجازه بدیم که با دید این که خدا با ماست و مسیح در من هست و قدرت خداوند در من هست برم جلو، اینه میفهمم که این فشارهایی که بیرون هست فقط به من شک میده، فقط منم میسازه که بیشتر و بیشتر مثل مسیح باشم. پس این امید ما هست که در این روزها و این ساعتها که با هم خواهیم درس خوند که اجازه بدیم که دیدگاه ما اینطور باشه که اتفاقایی که برم پیش میاد تو زندگیم این هست که خدا درسته کنترل میکنه، از بیرون از ظاهر یه فشارهایی میاره. جالب بود برای من که من که آما خواستم بیام این درس رو بدم، خیلی یهودی تحت فشار شدم. اولا دو تا طوفان برف پشت سر هم آمد تو شهر ما و من اصلا مطمئن نبودم برسم به پروازم. اما همون زمان پرواز من 5 ساعت خورشید آمد و هوا صاف شد و رفتم به فرودگاه، پرواز کردم، تا بلند شدم دوباره هوا بسته شد و فرودگاه رو بستم. پس میبینم که خدا هم میتونه فشارها رو بیاره، اما در عین این فشارها دست خودش رو نشون بده، نجاتش رو نشون بده، کمکش رو نشون بده. پس یه ایمان بار بالغ نتیجه گیری نمی کنه فقط از اتفاقایی که شده، چقدر بدبختم و در برای نمیدونم و دل ما برای خودم بسوزه، چقدر من مشکل دارم، چقدر چالش ها دارم. ما اینا رو اینطور نگاه نمی کنیم، ما به اینا نگاه میکنیم که خداوند از این چیزا استفاده میکنه برای اینکه ما رو بسازه و سعی میکنیم که در مقابل این فشارهای بیرون اجازه بدیم در مقابلش فشاره وجود عیسی مسیح و روح قدس در ما و باور کردن به شخصیتش و باور کردن به کلامش در مقابل این فشارها بیستیم و یک کوزه های قشنگی خداوند از ما بسازه. پس امیدوارم که یک کمی اشتهایت باز شده برای این کلاس هایی که در پیش داریم و یادتان نره که این دفترچه هم همراهش هست و اگر فرصت دارید در آینده از اونم استفاده کنید. و هدف ما این هست که هم برای خودت کمکی باشه و باعث باشه که شما هم بتونید چیزایی که اینجا یاد میگیری از فردا پس فردا به کار ببری و دعا کن که خداوند بهت نشون بده که کیا هستن تو زندگیت که تو میتونی بعد از این کلاسا باهاشون اینا در میان بذاری، از اینا استفاده کنی. چون که در دادن خیلی برکت هست، دادن بیشتر برکت داره تا گرفتن در کتاب مقدس. پس بیا ما اونایی باشیم که این کار را میکنیم برای خداوند. پس بیا سرمو خم کنیم و دعا کنیم و این قسمت اول را به پایان بیاریم. خداوندا شکرگزاریم برای اینکه ما را خواندی که مال تو باشیم، که ما فرزندان تو هستیم و میخوایم ای خداوند واقعا رشد کنیم، پیشرفت کنیم و نه تنها خودمون میخوام رشد کنیم، میخوام به ما نشون بده که ما کی با کیا میتونیم کار کنیم و کمک کنیم که اونا هم این فرصت رو داشته باشن که پیشرفت کنن. و دعا میکنیم ای خداوند یه حرکت روحانی شروع کن از طریق ماها و از طریق این کلاس ها که واقعا اثر بذاره روی کلیسای ایران که سر تا سر دنیا پخش شده.
و این چیزا در نام مقدس عیسی مسیح می طلبیم. آمین. شما را در کلاس بعدی خواهیم دید.